من یه رفتارهایی میکنم انشالله اگه ایمان داشته باشم، که اون کسی که ایمان نداره رفتار منو نمیکنه و ممکنه به رفتار منم بخنده. من میگم آقا صدقه بده مالت برکت پیدا میکنه، میگه حرفا کدومه برکت کو به من نشون بده. دیدیم یکی میخوان علمی بحث کنن، برکت کدومه؟ آقا ربا بده، درصد داره، میگیره، همه هم دارن میگیرن، همه بانک ها، همه اقتصاددان ها، همه عاقل ها، همه ریاضیدان ها، همه میدانن. همون که زندگی اجتماعی دیدن پول ارزشش میاد پایین، میدی بالاترش رو بگیر تا ارزش پول ثابت بمونه. حالا حکم ربا چیه، کجا چیه، به چه قید ربا میشه، به چه قید نمیشه، من بس تو اینا ندارم. بس تو این دارم ربا که اسمش هوش گذاشته شده، یعنی افزایش، افزونی. خدای متعال میگه یمحق الله الربا، و صدقه ای که صدقه است نهایت اگه بدی همون مقدار رو پس میگیری، گاهی هم نمیگیری، مثلا ربا توش نداری. خدا میگه یه عضو صدقه، هر جور دو دوتا چهارتا بکنی با هیچی جور در نمیاد. خب این چه حساب باید این حرف رو قبول کنی؟ ایمان به خدا، به خدا ایمان داری؟ بسم الله بیا مثلا گفته ربا میدم به صدقه. بعدم ولی خیال راحت چیه بگی ببین تو طبیعتم بهت نشون میدم از این کارا من کردم، این دانه رو میبینی میذاری تو خاک، خوشه در میاد، گیاه در 7 تا خوشه داره، در هر خوشه 100 تا دانه داره، خدا بخواد بیشترش هم میکنه. دیدی 700 برابرشو؟ دیدی استبعاد عقلی نداره؟ استبعاد عقلی نداره، داری میبینی تو طبیعت. کیه که برکت رو باور کنه؟ کیه که افزایش رو در صدقه باور کنه؟ کسی که ایمان به خدا داره. از مراتب پایین ایمان بگیرید تا مراتب بالا، افراد مدل زندگیشون به گونه‌ای خواهد بود که انگار یه چیزای نامرئی تو زندگی این آدم حضور داره و اون ملاحظه‌شو میکنه، محسوس نیست، ملموس نیست. لذا انتظار اینو داشته باشیم، انتظار اینو داشته باشیم کسانی که بیمانند به مؤمنان بخندن، مؤمنان رو مسخره کنن.